اینها عملا با همن. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يواصل دفاعه عن مؤسس تيليجرام بافيل دوروف بعد القبض عليه في فرنسا بسبب رفض تيليجرام التعاون مع سلطات البلاد وتعارضه مع سياساتها. ماسك نشر حتى تمام دولت‌های جهانم زورشون به این مرد نمی‌رسه. پاول دروف مرموزترین آدم کره زمین. حتی دروف رو با تلگرام میشناسید، ولی تو این اپلیکیشن همه کاره و هیچ کار است. در اصل ایشون مدیر بازاریابی تلگرامه، ولی تمام کد نویسی‌هاش بر عهده برادرش و 20 تا مهندس خبره دیگه است. حالا هم فرانسه بازداشتش کرده. پاول دروف واقعا عجیبه. اون زن نداره اما 100 تا بچه داره که به صورت لقاح مصنوعی به دنیا آمدن و دروف فقط پدر بیولوژیکی اون است. ایشون تمام ثروتش رو به صورت بیت کوین ذخیره میکنه که دست هیچ دولتی به پولاش نرسه و کلن نه زمین داره، نه خونه و نه هیچ ملک و املاکی. دروف در مصاحبه گفته تمام طول سال رو در سفره و به تمام کشورهای دنیا سفر کرده. یعنی همشون با همن. بهتونم قبلا هم گفتم میدونم میدونید نمیدونید، بخوان یک کانال ببندن خیلی راحت میگردم توی کانال تو یک موسیقی 5 ثانیه 10 ثانیه از یکی سریز پخش کردی گذاشتی اونجا، 5 سالی موسیقی اونجاست، 10 سال اونجاست، فوری یک اختار میدن یه موسیقی دیگه پس پیدا میکنن. تو داری یعنی تو برنامه ما شما ببینید بعضی وقتا یک موسیقی دیرینگ یک پخش میشه 10 ثانیه 10 دقیقه، حتی بعضی وقتا مال بچه‌های خودمون دیگه گرفتنشون کار کردن یا خارجی یا زیر یک برنامه گذاشتی تو تو وقتی که تو حدود 40-50 هزار تا ویدیو داری توی کانالا از اینا زیاد پیدا میشه هست. اونا همه رو تو آب نمک خوابونده تا در فرمان میاد که آقا پزشکیان شده باید دلان صاف بشه. ما الان شما ببینید یک ایده رو یوتیوباشون رو بستن، از جمله مهر تیوی ما که اصلی ترین بود. ما چندین هزار تا روی یوتیوب مهر تیوی ویدیو داشتیم. ما از اولین ما زیر 100 کسایی بودیم که از یوتیوب استفاده میکردیم. چندین هزار تا داشتیم و حدود 300 هزار تا شما ها عضو ما بودید. 300 هزار نفر زدنش، یعنی ما ساخت جمهوری اسلامی خط میده. الان جمهوری اسلامی حتی تو تمام این چیزا شریک سرمایه گذاری کرده است، پول گذاشته. حالا درسته میگن آقا واتساپ اینجا ضعیف و ضعیف و خودشون که استفاده میکنن، خودشون برای کار خودشون استفاده میکنن، بعدم فیلتر شکن هست که پول بسازن، باز هم به پول سازیه دیگه. وارد بحث رو بخوام بگم، خلاصه یوتیوب های ما رو دو تا از کانال های بزرگ و 3 تا که خیلی 300 هزار تا عضو داشتیم، آوا ایران، پرشین سی ان ان و مهتویل بستن. الان جای اینو چیز دیگه هست که بوده ولی جدیده. شما ببینید که میگن 100 تا دیدن 10 تا عضو، حالا میتونید ببینید. ولی میخوام بگم اینا وقتی که میخوان ترتیب بدن حتی ایشون هم ترتیب میدن، چون نظم جهانی است. حالا رساله ای که اینها میان علم و دانش رو ور میدارن. الان مثلا اگر مال ما رو میزنن و مال خردمندان دیگه، دوستان دیگه ما رو که اندیشمندن خردمندن دارن خرد رو پخش کنن ور میدارن، یا میبینیم ولی عصر امام زمان حاجبان حجتی اومده بار ببین چه یوتیوب چه ما تیک تاک رو ببین یا فاطمه زهرا، بله ببین فاطمه زهرا چقدر همون که سینه زنا رو میارن تو خیابونای نیویورک و پاریس و لندن. ما هم خردمندان رو از شبکه های جهانیشون قبل نرا من به شما گفته بودم حذف میکنن. همزمان با ما خیلی از رفقای ما، دوستان و فرهیختگان رو هم حذف کردن و شما با اینا در تماس باشین، صفحات جدیدشون رو بگیرید و غیره کمکشون کنید. خب حالا باید خلیت بیاد، یعنی رساله تز دکترای پورسینا باید بره، رساله عملیه آخونده بیاد چرخ باهی بینیسته. اون تا اون موقع است رساله علمیه، یعنی دانش، علم، خرد. بعد از اون توقف رساله عملیه. این رساله عملیه چیه؟ چجوری ما تحت تو بشوری؟ نماز داری میخونی بادت در رفت، تکلیف چیه؟ نماز داری میخونی نمیدونی رکعت چندمی؟ این مزخرفات. رساله علمی پور سینا سهروردی عین القضات میره جاشو میده به رساله عملیه همین مزخرفاتی که
ننه میرزا عبدالله هم ببینه اگه عقلش باشه میخنده، اگه میگه وای ما وضو گرفتم اینجوری مست کشیدم یا اینجوری کشیدم یا اونجوری کشیدم. رساله نام میمونه اون میره. مثلا همین الان شما ببینید تو از تو کانال یوتیوب بچه ها مواظب باشید هیچ موزیکی رو موزیک نذارید توش توی برنامه هاتون الا موزیک هایی که خود یوتیوب داره. خود یوتیوب یک سری موزیک اجازه داده شده داره، اتوریزه داره. شما میخواین موزیک استفاده کنید روی کلیپ هایی که درست میکنید از این موزیک های خود یوتیوب استفاده کنید. همون میگردید پیدا میکنید یه دقیقه داره، 6 دقیقه داره، بزرگ داره، متنوع همه رقم داره. از موزیک یوتیوب استفاده کنید که یک روز بعد، 1 سال، 6 ماه، 20 سال، مال بعد 19 سال اینجوری یهو پیدا میکنه. بختارم میده اما یه تو دیمه یک اختار اومد دیدم 10 سنی است و بچه من گفتم چون تصویش کنید آقا نذاشتن 3-4 روزه 3 تا اختار پشت سر هم میبندنت. مواظب باشید ها، یعنی کاراشون علمی انجام میدن، قانونی. شکایت هم بگویی فایده نداره، سابقه شکایت و گهت فایده نداره. ذکاوت میخواد اینجا، ذکاوت داشته باشه. خب حالا رساله عملیه مرجعیت شیعه داده، هر کی از این رساله میگه من تقلید میکنم میگه بیا پولتو بگیر، 50 دلارتو بگیر، بیا وارد ایران بشو. این خریت اینا اینه، تازی وقتی هست اینا انگلیسی هستن، مرجعیت حوزه علمیه ولایت فقیه وقتی که ریشه و اساس و پایش این هست برای اساس هم تو استوار دنبال میشه. برای اینکه شما خوش نکنید دلتون رو به این که مرجع تقلید شیعه امروز اینه، بره جاش یکی دیگه بیاد بهتر میشه. همین آش و همین کاسه است. تو تا بلند نشی یعقوبوار، ابو مسلم خراسانیوار، قرامتوار، رضا شاهوار، نادر شاهگونه، بیگانه را از ایران بیرون نکنی، شیخ آخوند و فقیه و حوزه علمیه و تا اینا رو به گور تاریخ نریزید. خمینی بره، خامنه ای میاد، خامنه ای بره، مجتبی نیاد، آقای عرافی میاد، یا یک آخوند دیگه میاد که اینقدر داد زده. مثلا یه آقای پزشکیان چقدر داد و فریاد میزد، من خودم میگفتم بابا یه عجب آدم شجاعیه، بابا دمش گرم. همون موقع وقتی فوش خواهم با تو هم زدن دو سه بار بهش گفتم ایوالا، ولی یه هم ابن همین ایوالا میزنن شاید جو تو که تو حالا آخوند شیخ و مولا. شما فکر نکنید یه علی خامنه ای بره، آخوندیسم بایست از ایران بره، روحانیت بایستی بره، مرجعیت بایست بره، ولایت فقیه بایست بره، رساله عملیه بایستی بره، رساله های علمیه پور سینا جاشو بگیره. این دانش هست که امروز به شما میدم بچه ها. این درس امروزی که از اندیشگاه اوستا میشنوید میگیرید، فرزندان نازنین من، اساتید بزرگوار من، این رو خیلی مهمه روش کار کنید، روش کار کنید. اینقدر شیخ و ملا براتون بزرگ کردن توی چند سال که حد نداره. یا روی اومده شیخی آخونده ملای باریش با اون سیاه سفید حرفای زده علیه او، فوش داده به او، نت هم دلت خوش شده، حتی بچه های نوای خمینی این آقا فوش آقا میگه خوشت میاد، میگه بابا چی حرفای اینا رو گوش نکنید، بریزید در جایی که دستشوی میرید. شیخ و ملا من یادم میاد پرویز خورسند، آنجا که حق پیروز است. رفیق من بود، برادرش احمد خورسند رو کشتن اوایل انقلاب، با برادر من همسلول بود در مشهد، احمد و شبانه کشتنش، روانش شد. پرویز خورسند زیبا می‌نوشت اون موقع و حابیل و قابیل کار اونه، برید گوش کنید حابیل و قابیل. یادم میاد اون سالا یه روز به من گفت که بیا من میخوام بیام دیدن علی تهرانی. فکل کرواتی ها الان هم فکرم زنده است. پرویز جان هر جا هستی درود برات دارم عزیزم. بچه ها این پیام و این برنامه رو اگر میبینید در مشهد، پرویز خورسند هر کجا که هست درود من بهش برسونید. رفتیم دیدن علی تهرانی،
پیش علی تهرانی کردن علی تهرانی از این تعریف کرد، گفت این کتابی که تو نوشتی تیتراش اینجا خیلی قشنگه، خوبه، فلانه اینا، منم اونو نوشتم، اون نوشتم دیدی؟ گفت آره دیدم اینا، ولی آقای تهرانی من یه چیزی به شما بگم. گفت بفرم. گفت شما تا وقتی عمامه رو سرته ما به شما اعتماد نمیکنیم. چند ماه بعد از انقلاب سیاه بود که این حرف زد، پرویز خرسند، خیلی حرف قشنگی بود. بعدم تحریم شد، کنار گذاشتنش و فلان اینا، بعد تو رادیو تلویزیون کار میکرد. و بعد من اون موقع این دیگه از این بچه ها کاری خواستیم ازش کرد و منتقلش کردیم و برای بگذاریم نمیدیم کجاست. میخوام بیرو بهتون بگم بچه ها، طرف تا شیخ و آخوند و ملاست که رو سرش عمامه است. اگر هم عمامه نیست مثل سعید جلیلی ها زیادن اینا، اینا عجتیه این مهدویتی هستن، امام عصری هستن، ولی عصری هستن. اینها هم تا وقتی که در اینجا هستن، شما اونجا آدم های دیگه دارین، اونجایی ها رو بگیرید، اساتید دانشگاهی رو بگیرید که شجاعانه میان، گستاخانه میان حرف میزنن، از جونشون بردن. گول شیخ و آخوند و ملا رو نخورید. آقای جلیلی، پرچم عراق رو انداختی رو گردنت و عکس گرفتی؟ اینو از خود عراق فرستادن اینجا وایرال. شما قرار بود رئیس جمهور کشور ایران بشی و پرچم عراق انداختی تو گردنت. 8 سال ما تو دفاع مقدس نبودیم، شهید ندادیم که اینجوری بشه. آخه هر کی هر کاری میکنه میگه ما همون آقای تهرانی روان شاد نیست دیگه با ما.